با بهترین درودها ها بر شما همیهنان هم ارجمندم در همه جای جهان بردمه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیون ایران فردا رو پی میگیریم با دفتر دیگری از بردمه شامگاهی صفحه یک که طبق معمول همه جمعه شب گذر و نظری خواهد داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و نظرها روی کردها و رویدادها در منابع مختلف خبری خاص شهر شبکه ها و رسانه های عرصه سایبری کماکان نگاهی کوتاه خواهیم داشت بر سرفصل اهم عناوین و موضوعات برگزیده امشب به روال معمول همه شبها بازار داغ خبرهای پروازی با خریدن هواپیماهای تازه و پیشنهاد ایجاد خط هوایی از آمریکای شمالی تا تهران مباحث انتخاباتی و ارائه آمارهای تازه از رد صلاحیت‌های دو طیف اصولگرا و, و اصلاح طلبان افت و خیز حضور مدهان ایرانی منتصب به بیت رهبری در مشارکت عملیات برونمرزی مرزی با مشارکت سعید حدادیان در سوریه از یک سو همزمان با بازداشت خودسری که به تازگی از سوریه بازگشته بود و در عرصه منطقه‌ای لحظه به لحظه با تازه هایی از نشست صلح سوریه و برگزاری نشست بدون حضور اصلی ترین مخالفان دولت سوریه برگزاری مناظره جمهوری خواهان آمریکا بدون حضور نامزد جنجالی این حزب یعنی دونالد ترامپ و بالاخره قدردانی جیسون رضاییان از همت مسئولین آمریکایی در دفتر واشنگتن پست و باز یادآوری خاطراتی از ایام حبسش در اوین اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب جمعه نهم بهمن ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید تا بازخانی مشروع مطالب منتخب با ما باشید و بنشینید به خانه باز خواهیم گشت همینک و در بخش آغازین برنامه با یک خبر منطقی مرور کوتاهی بر خبرها و نظرها را میگشاییم سوریه و مذاکرات صلح در ژنو با اعلام عدم حضور گروه اصلی مخالفان اسد وارد فاز تازه‌ای از یأس و ناامیدی شده است به گزارش خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری فرانسه کمیته عالی مذاکرات اعلام کرده است تا زمانی که توافقی بر سر کمک های بشر دوستانه به شهرهای تحت محاصره دولت سوریه به دست نیاید در مذاکرات صلح شرکت نخواهد کرد طبق این گزارش مذاکرات اخیر بین نمایندگان دولت و مخالفان میتواند مهمترین تلاش در دو سال اخیر برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه باشد و به جنگی پایان دهد که تا بیش از شست هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشت. استفان دمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در یک پیام ویدئویی به مردم سوریه گفته است که مذاکرات ژنو شاید آخرین فرصت برای برقراری صلح در این کشور باشد. استفان دی میستورا گفته است اکنون زمان آن است که صدای همه کسانی که در این مذاکرات شرکت می کنند و بشنویم که میگویند این مذاکرات فرصتی است که نبایستی از دست داد نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه با اشاره به مذاکرات گذشته که با بنبست مواجه شد تصریح کرده است که مذاکرات ژنو نمیتواند شکست بخورد ریاض هجاب هماهنگ کننده کمیته عالی مذاکرات اشاره کرد دسترسی ساکنان شهرهای محاصره شده توسط حکومت سوریه به کمک های انسان دوستانه پیش شرط شرکت در مذاکرات است آقای هجاب اضافه کرده بود ما امروز در مذاکرات ژنو حضور نخواهیم داشت شاید به ژنو برویم ولی تا زمانی که خواسته های ما برآورده نشود وارد محل مذاکرات نمیشویم. ادامه میده هم خبرها رو باز با خبری فرا در ادامه خبرها و نظرها به ایالات متحده آمریکا می رویم که نامزد جنجالی حزب جمهوری خواه دونالد ترامپ جنجال های تازه آفرید با عدم حضورش در مناظره اصلی جمهوری خواهان در ایالت اوهایو در این میان نامزدهای حزب جمهوری آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 در مناظره که شبکه فاکس و شرکت گوگل برپا کردند در مورد موضوعاتی مانند تروریسم، مسئله مهاجران یا حتی ایران گفتگو کردند. دونالد ترامپ نامزد جنجالی در این مناظره شرکت نکرد. سناتور ران پال، کریس کریستی، فرماندار نیوجرسی، دکتر بن کارسن، سناتوری، سناتور سناتور ایالت تگزاس تد کروز و سناتور مارکو روبیو فرماندار پیشین فلوریدا ج بوش و جان کیسک فرماندار اوهایو در مناظره هشتم بهمن ما شرکت کردند ترامپ گفت که شبکه فاکس تنها تا چند دقیقه پیش از آغاز مناظره نامزدهای جمهوری خواه تلاش کرد او را به حضور در آن تشویق کند بنابر گزارش خبرگزاری مختلف جهانی از جمله آلمان ترامپ گفت که آنها عاشق و حضور من در مناظره اند ایشان افزود که در هر صورت حاضر نشده و فاکس نیوز برود شبکه فاکس نیوز بیانیه منتشر کرد و گفت که میلیاردر آمریکایی خواستار پرداخت 5 میلیون دلار به عنوان هدیه در عوض حضورش در مناظره شده است ترامپ در همان ساعتی که مناظره جمهوری خواهان برگزار شد گرد همایی خودش را برپا کرد. نامزدهای حاضر در مناظره در بخشی از سخنان خود به غیبت ترامپ اشاره کرده و در مورد آن نیز شوخی کردند از جمله جب بوش گفته است که من یه جوریایی دلم برای ترامپ تنگ شده اون واسه من مثل تدی خرسه میمونه به گزارش خبرگزاری رویترز دونالد ترامپ بدون حضور در مناظره فاکس هم موفق شد توجهاتی را به خود جلب کند شبکه های CNN و NBC به طور گسترده به پخش گرده همایی همزمان او با گروهی از کهن سربازها اقدام کردند و خبری از حال و هوای گروگان ها و خبرنگاران آزاد شده ایرانی آمریکایی با تازه ترین تقدیر جیسون رزاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و دیگر مقام های آمریکایی به خاطر تلاش برای آزادی این خبرنگار در بند به گزارش رویترز جیسون رزاییان که در مراسم گشایش دفتر جدید روزنامه واشنگتن پست در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی حضور یافته بود مورد استقبال شماری از دیپلمات‌های های خارجی و روزنامه قرار گرفت رزاییان در این مراسم گفت در طول 18 ماه زندان بازجوی ایرانی هم به من میگفت که واشنگتن پست دیگر وجود ندارد کسی از سرنوشتم خبردار نخواهد شد و دولت آمریکا برای آزادیم حتی انگشتش را تکان نخواهد داد رزاگان همچنین اضافه کرده بود که امروز من اینجا هستم به همراه شمار زیادی از کسانی که کمک کردند تا ثابت شود ایرانی ها از خیلی جهاد در اشتباه هستند ادامه میده هم مطالب برگزیده امشب رو انتخابات ایران و داوری ها حول نهادهای مرتبط از جمله شورای نگهبان و شخص احمد جنتی کماکان مرتبط توجه دو سوی طیف سیاست و رسانه مختلف در ایران است از جمله عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان ارگان مطبوعاتی سپاه پاسداران با یادداشتی نسبتا بلند به دفاع از احمد جنتی برخواست و او را مظلوم انقلاب خواند روزنامه جوان و وابسته به سپاه در سرمقاله شماره دیروز پنجشنبه خود ضمن دفاع از احمد جنتی از دبیر 89 ساله که در واقع 90 ساله شورای نگهبان از وی به عنوان دومین مظلوم انقلاب نام برد و نوشته است که فقط تفاوت ماجرا در این است که بهشتی آماج تهمت و شایعات بود آیت الله جنتی آماج تمسخرها و کنایه هاست عبدالله گنجی ضمن مقایسه جنتی با بهشتی نوشت اینکه که نمی توانند مانند بهشتی هزاران تهمت را نصار وی کنند این است که آینده برای اندوختگی دنیاوی او قابل تصور نیست بنابراین با هزاران ذره بین نتوانستند رد پایی از دنیا و دنیا گرایی را در این مرد ببینند. یقینا اگر او اهل دنیای مادی بود با اندک حجم و فشار عرصه رو رها می کرد و آرامش خود در این سنین را بر هر چیز دیگری ترجیح می دن. روزنامه جوان با تأکید بر اینکه ممکن است آیت الله جنتی مانند همه ما دچار اشتباه شود اشاره می کرد که اما خروجی هایی همچون خاتمی روحانی اصلاح طلبان مجلس ششم و اخیرا هاشمی رفسنجانی نشان میدهد که جنتی برای حساسترین ترین مناسب کشور نیز به سلیقه خود عمل نمی کند او در قالب ساز و کار شورایی ظاهر می شود و بر اساس تقوا رأی می دهد روزنامه جوان البته به ماجراهای کشته شدن حسین جنتی فرزند احمد جنتی و از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق در سالهای نخست پس از انقلاب نیز اشارتی کرد و نوشته بود که اگر اهل دنیا همه تلاششان برای بهبود رفاه زن و فرزند باشد جنتی قبلا بین فرزند و انقلاب یکی را انتخاب کرده است ادامه میدم با بخش دیگری از همین روزنامه این روزنامه با اشاره به اینکه جنتی در واپسین سالهای حیات حفظ سلامت انقلاب و سلابت راه خمینی را ذخیره و توشه خود کرده نوشت بود که این چیزی است که اهل دنیا از فهم آن آجزند همه اینها در حالی است که نمایندگان آیت الله علی خامنی در نهادهای نظامی تحت امر وی بدون هیچ واهمه ای بر له و علیه نامزدها موضع گیری می کنند و خواهان مجلسی به زعم آنان انقلابی هستند که این گونه اظهار موازه در تضاد آشکار با قوانین انتخاباتی است در این میان علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه در تازه اظهارات خود گفت که غربگراها به دنبال مجلسی معتدل و منفعل برای آینده هستند اما ما و رهبر مجلسی انقلابی می اظهارات سعیدی یکی از سریحترین کنایه ها به حسن روحانی است که دولت وی به عنوان دولت معتدل یا اعتدال شناخته می شود سعیدی افزود خواسته ما و رهبر انقلاب مجلسی انقلابی برای ایستادن در مقابل نفوذ تفکر غرب است ایشان به افرادی که به گفته او از چهارراه انقلاب فاصله گرفتن که اشاره غیر مستقیم به هاشمی داشت هشدار داده که انقلابیون در مقابل توطعه و فتنه آنان ایستادند نماینده خامنه ای در سپاه افزود مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری آتی بایستی در شعن و تراز انقلاب باشد ایشان علی خامنه ای را نیز فردی معرفی کرده که به تنهایی در مقابل تفکر غرب ایستاده است سعیدی رد صلاحیت های گسترده از سوی شورای نگهبان را جهادگونه توصیف کرد اظهار رضایتی تام شورای نگهبان در مورد مجلس خبرگان به گونه گسترده رد صلاحیت کرده که در برخی حوزه ها حتی رقیبی برای رقابت نمانده است که در روزنامه ابتکار دیشب نیز اشارتی به این موضوع داشتم در مورد مجلس شورای اسلامی هم شورای نگهبان همان گونه که مستحضرید علاوه بر رد صلاحیت تعداد قابل توجهی از نامزدها با استفاده از اصطلاح عدم احراز صلاحیت مانع شرکت تعداد زیادی از داوطلبان در انتخابات شده است این در حالی است که بر اساس گزارش های منتشر از آخرین آمار رد صلاحیت شدگان و تایید صلاحیت شدگان از هر دو جناح اصلی حاضر در زمین بازی سیاست و انتخابات ایران حداد عادل معتمد خانزاد بیت رهبری ایران با ذوقی کم نزیر و شوقی بیشمار اعلام داشت که از 180 نامزد اصولگرا در تهران تنها یکی دو نفر تایید صلاحیت نشدن یعنی همه تایید صلاحیت شدند به گزارش خبرگزاری های داخل ایران در همین حال محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز روز پنج شنبه از اصولگرایان خواست که برای جلوگیری از آسیب ها از تعدد نامزدهایشان در انتخابات مجلس کم کنند پیش از این نیز برخی از احزاب اصولگرا از جمله حزب معتلفه اسلامی خبر داده بودند که همه کاندیداهایشان در تهران تایید صلاحیت شدند که همگی این اجماع در حوزه میانبخشی میان بخشی از هیئت نظارت همسو شورای نگهبان و تریبون های رسانی تیف راست افراتی حکایتگر یک جانب گرایی محض انتخابات در این دوره است که موجبات اعتراض بسیاری از کارشناسان عرصه سیاست و رسانه رو نیز سبب شده است و اما در سیاست خارجی همزمان با نشانه‌های از بهبود روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای بزرگ غربی در همون سفر روحانی به ایتالیا و فرانسه و همینطور امید به بهبود تعامل اقتصادی شفاف با جهان صنعتی برخی از رسانه های صاحب نفوذ دست و در واقع صاحبان منافع کلان اقتصادی نسبت به ادامه گفتگوهای جمهوری اسلامی با آمریکا به طور مشخص و هر گونه بهبود رابطه ایران با این کشور غیر از گفتگوهای هسته ای هشدار دادن در این میان از جمله روزنامه رسالت منتسب به از مردان معتلف ای و جناح بازار که سالیانی اتاقهای بازرگانی و دفاتر اقتصادی استانی رو در انحصار خود دارند و مدام مورد مهر و تفقد شخص آیت الله علی خامنی هستند با انتشار نوشتاری خواهان قطع هر گونه مذاکره احتمالی میان ایران و آمریکا شدهاند این روزنامه که خواهان ممنوعیت هر گونه مذاکره با آمریکا و حتی دیگر کشورهای غربی شده است اشاره کرد که ما با آمریکایی ها هیچ گفتگویی به جز برجام نداریم و بایستی هوشیار بود آنها هم جیب ما رو میخواهند بزنند و هم مشروعیت انقلابی ما رو نزد ملتهای جهان زیر سوال ببرند لذا هر گفتگویی درباره منطقه و یا هر موضوعی غیر موضوع هسته ای باید ممنوع شود روزنامه رسالت با تاکید بر اینکه دیپلمات های ما اگر یک مقدار هوشیار باشند دقت و ظرافت این موضوع را می توانند. درک کنند این روزنامه در ادامه اشاره کرد برقراری تلفن قرمز یا تلفن به هر رنگ دیگر با آمریکایی‌ها در این باره معنا ندارد کماکان بیننده ی برنامه شانگاهی صفحه یک هستی از تلویزیون ایران فردا که در قیاب روزنامه های امروز جمعه گزاری و نظری خواهد داشت بر گزیده های گزارش ها و یادداشت ها و خبرها و نظرهایی از پهنه رسانه های سایبری پس از دستگیری آمر اصلی وقایع سفارت سوزان در تهران و مشهد بار دیگر نوچه های نظامیان مردان محفلی و دخمه ها مقرب به بیت رهبری ایران در واقع مورد بازخانی و بازکاوی تازه از سوی کاربران و رسانه ها قرار گرفتند و نام مدهان حکومتی را بر صدر رسانه ها باز کشندند در گزیده گزارش امروز نگاهی خواهیم داشت به رویش اوباش سالارانی در نظام فقها که از آغازین روزهای استقرار نظام دینی در ایران تاکنون ادامه داشته که با قتلهای زنجیری و افشای برخی از تشنجات در دوره اصلاحات به سطح علنی تر افکار عمومی برکشیده شدند در این راستا در نخستین گزاره می که به زودی دانشکده مدداهی در ایران راه اندازی خواهد شد که این موضوع می تواند به ایجاد دانشکده کفشداری نیز در امامزاده ها گردد در هر روی در تازه ترین رویداد در این زمینه رضا معممی مدیر کل تشکلهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی از ایجاد دوره کاردانی حرفه‌ای مدداهی و مرسی سرایی با تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری خبر داد معممی استاندارد سازی مرسی سرائی و مد... مدیه سرائی بر اساس واقعیت تاریخی یکسان سازی مطالب مطروحه در مراسم مذهبی و ارائه فرهنگ اصیل اسلامی در مراسم را از ضرورت های راه این دوره عنوان کرد همان گونه که مستحضرید مدهان موتور محرکه تشویق شورشیان خیابانی و از همسویان با علی خامنی هستند و اما در این راستا دو مدداه محبوب و مقرب علی خامنه ای رسانه‌های رسانه های شهر شبکه ها بودن یکی شورشی خودسر که در آتش سوزان سفارت سر خود عمل کرده بود از سوریه بازگشته و در فرودگاه بازداشت شد و دیگری خودسری محفلی که به تازگی همراه با پسر خیش راهی سوریه شد همان گونه که در تصاویر دریافتی مشاهده خواهید کرد حسن کرد میهن که به عنوان لیدر و عامر دستور حمله به سفارت عربستان نام گرفت روزی و روزگاری نه دور از مقربین درگاه آیت الله علی خامنه ای بوده است و بدین روی است که خامنه ای شاید در یکی از سخنرانی خود در واقع خطابی پر اتاب کرد که چرا این جوانان حزب اللهی را تون رو میخوانند حسن کرد میهن که همدوش قالیباف رئیس ستاد این نامزد پیشین رئیس جمهوری بوده دوره ای رزمیکاری گذراند و پایی در محافل و دخمه های مذهبی داشت و دستی هم در میادین رزم سرزمین شامات و عراق تحت عنوان مدافعین حرم این فربه شده از خان بیت آقا که با نفت نفرتی آتشی در خاور میانه و میان دو کشور کلیدی منطقه ایران و عربستان انداخته بود به طور همزمان مدیریت سه مجموعه بزرگ موسوم به فرهنگی دینی را در تهران و کرج بر عهده دارد و داشت البته و در این راه با عالی رتبگان حکومت از جمله شخص خامنه ای نیز نشست و برخواست بیشمار داشت تا جایی که در نخستین واکنش پس از بازداشت خیش گفت که هرچه می کردیم من ویات آقا را انجام میدادیم و محقق می کردیم و در وقت باقی مانده باز در سوی دیگر مدده دیگر که داستان هفتیر کشیش در کوی و برزن و بزرگراهای تهران جنجالی بیشمار ایجاد کرده بود و همواره مداه مقرب و محبوب بیت خامنه ای سعید حدادیان که به اتفاق پسر راهی سوریه شد تا تحت عنوان مدافعین حرم در میادین عملیات رزم به نفع ارتش بشاری ایفای نقش کند جالب که انتشار عکس های سعید حدادیان همراه با پسرش موجب واکنش گسترده ای در سطح مجازی و شهر شبکه ها شد که بخش زیادی از کاربران با آرزوی شهادت زود هنگام برای این پدر و پسر به نحوی میکوشیدند که با لحنی تنز شاید حضور و نقش سپاهیان اعزامی رهبری ایران را زیر سوال ببرند و یا بعضا با لحنی مشخصتر آمیز تلاش داشتند با این شهادت طلبی برای آن دو اعلام کنند که برای جامعه ایرانی نیز دفع شر شود البته کاربرانی بودند که به مخالفخانی با این مدل تفسیرها برخواست استن. و با این گزارش وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز ایران فردا به تماشای ادامه برنامه ها خاصه برنامه آن سوی خبر که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد این جانب از محضر شما خوبان خداحافظی میکنم تا درودی دوباره و شامگاهی بار و تازه هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود